بازیگران سریال قول نقش ها و اسم هایی که دارند را بر اساس شخصیت های واقعی شهیدانشان انتخاب کردند. خداوند روحشان را شاد و مکانشان را بهشت کند. نقشی که نیهات آلتینکایا در سریال قول بازی کرده است با اسم شهید اورکوکماز یکی هست. اسم وی در فیلم اردم کوکماز است. نیهات آلتینکایا در 28 سپتامبر 1979 در کاراباخ متولد شد. نیهات در حال حاضر در استانبول سکونت دارد. نیهات فرزند دوم خانواده بوده و دو خواهر دارد. مادر او کارمند بانک و پدرش در صنایع آهن آلات دمیرچلیک فعالیت داشته است. او از دوران مدرسه به ورزش علاقه من بود و ورزش والیبال را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کرد. وی پس از آسیب دیدگی در این ورزش آن را کنار می‌گذارد و فعالیت خود را در یک کلوب شبانه ورزشی آغاز می‌کند. نیهات پس از مهاجرت به استانبول نیز مشغول به فعالیت در همین رشته می‌شود و در استانبول وارد یک کلوب بوکس می‌شود. او پس از مدتی موفق می شود تا به تیم بوکس فنرباخچه راه پیدا کند. نیهات که در حال حاضر علاوه بر بازیگری در زمینه مدلینگ نیز فعالیت می کند، با رفتار سنگین و نگاه های محزون خود طرفداران خاص خودش را دارد. او در مرکز صنعت درام به صورت حرفه‌ای به یادگیری هنر پرداخته است. نیهات با یک نقش کوچک در سریال 1001 شب وارد عرصه بازیگری شد و پس از آن با سریال وادی گرگ‌ها حرفه بازیگری را ادامه داد. نیهات تا به امروز در فیلم‌ها و سریال‌های مختلف به ایفای نقش پرداخته است که کار اخیر او مربوط به سریال پرطرفدار و به یاد ماندنی قول است. نقشی که براک سوینچ در سریال قول بازی کرده است با اسم شهید ارسلان کلاکسیز یکی هست. اسم براک هم در فیلم فتیح کلاکسیز است. براک سوینچ در 27 اکتبر 1985 در استانبول متولد شد. براک فارغ التحصیل دپارتمان موزیک و هنرهای اجرایی است و تسلط کاملی بر این رشته و سازهای مختلف دارد. او یک برادر کوچکتر از خود دارد و بسیار خانواده دوست است. این بازیگر خوش‌چهره حرفه بازیگری خود را از سال 2012 با بازی در سریال به خاطر پدرم با یک نقش کوچک آغاز کرد. پس از آن به عنوان بازیگر مهمان در سریال سلام زندگی حاضر شد. براک اولین نقش اصلی خود را بین سالهای 2013 تا 2015 در سریال وادی گرگ‌ها تجربه کرد. او در این سریال در نقش تیمور ظاهر شد. این سریال آغاز شهرت و موفقیت برای براک بود. براک در سال 2015 با یک نقش اصلی در سریال متأهل و عصبانی ظاهر شد و در کنار بیرج آکالای مانند دفعات قبل بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشت. براک تا به امروز تنها در دو فیلم بازی کرده است. اولین فیلم، فیلم کمدی رومانتیک اگر برگرده مال توئه در سال 2016 و دومین فیلم نیز مربوط به فیلم محله در سال 2017 است. براک که در نقش فتی در سریال قول ظاهر شده است، یک تک تیرانداز حرفه‌ای است که در نهایت توسط تروریست ها کشته می شود. براک به خاطر بازی بسیار خوب خود در این سریال چندین بار مورد تقدیر قرار گرفته است. نقشی که ارن وردم در سریال قول بازی کرده است با اسم شهید محمد آچار یکی هست. اسم ارن هم در فیلم آتش آچار است. ارن وردم در 7 اکتبر 1988 در قونیه ترکیه متولد شد. خانواده ارن جزو مهاجران قفقازی هستند و پدرش معلم بوده است. او فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشگاه هالیچ است. ارن اولین بازی خود را در سال 2009 انجام داده است.
او همچنین در سال 2013 با بازی در فیلم جین بازی فوق‌العاده خوبی از خود به نمایش گذاشت. ایرن در این سریال نقش آتش آچار را بر عهده دارد که یک افسر اطلاعاتی و در عین حال یک سرباز وطن پرست است. او روابط خصوصی خود را همواره از رسانه ها پنهان می کند. نقشی که گورکم سوندیک در سریال قول بازی کرده با اسم شهید عثمان یوکسل سردنکچتی یکی است. اسم گورکم سوندیک هم در فیلم مجاهد سردنکچتی است. گورکم در 17 اکتبر 1986 در آدانا متولد شد. گورکم یک برادر بزرگتر دارد که معلم زبان انگلیسی است. او از کودکی رویای بازیگری در سر داشت و به همین دلیل به استانبول آمد تا رویای خود را به واقعیت تبدیل کند. گورکم در مراکز مختلفی از جمله آکادمی به یادگیری دروس تئاتر پرداخته است. گورکم در سال 2011 در سریال بسیار طولانی آشیانه گورک ها که ساخته آن از سال 2007 آغاز شده بود حضور پیدا کرد. او از سال 2011 تا 2016 در این سریال به ایفای نقش پرداخت. گورکم همچنین در سال 2011 در سریال قلبم تو را انتخاب کرد نیز به هنرنمایی پرداخت. او اخیراً به ایفای نقش در سریال قول پرداخته است. گورکم در این سریال با نقش مجاهد که نقش کمدی و دوست داشتنی است توانسته مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند. او به خاطر ایفای نقش بسیار خوب خود در سریال قول در می 2018 توانست جایزه بهترین بازیگر پشتیبان را از آن خود کند. گورکم در حال حاضر مجرد است. تولگا ساریتاش در 30 می 1991 در کشور ترکیه به دنیا آمده است. وی اصالتاً از یک خانواده از شهر سیواس است. وی در شهر استانبول متولد و بزرگ شده است. قد وی 1.81 سانتی متر است. او علاوه بر بازیگری در چند گروه موسیقی به عنوان گیتاریست و درامر فعالیت داشت. او پس از چند فیلم و سریال توانست در سریال قرن پرشکو که در ایران به اسم حریم سلطان شناخته می شود در نقش شاهزاده جهانگیر بدرخشد و محبوبیت خوبی در بین مخاطبان به دست آورد. تولکا ساریتاش در سریال دختران آفتاب در نقش علی حضور داشت. علاوه بر این وی در فیلم بچه بد در 20 ژانویه 2017 اکران شد در نقش مریچ تیونا حضور داشت. وی از سال 2015 در جشنواره‌های مختلفی کاندید عنوان بهترین بازیگر بوده است که در سال 2016 در 3 جشنواره مختلف به عنوان بهترین بازیگر انتخاب شد. وی همچنین امسال هم به عنوان بهترین بازیگر مرد سال ترکیه انتخاب شد. او هنوز ازدواج نکرده است. دنیز بایسال متولد 5 آوریل 1991 در ترکیه بازیگر است. فارغ التحصیل لیسانس رشته تجارت جهانی از دانشگاه جلال بایار ترکیه می باشد. فعالیت خود را در کلاس های بازیگری شروع کرد. حالا در سینما و تلویزیون بازی می کند. او اولین بار در سال 2011 وقتی 20 ساله بود با یک نقش فرعی در سریال آهنگ بی پایان جلوی دوربین رفت و چند ماه بعد با سریال آبهای عمیق در نقش نیسان چهره اش دیده شد. بعد از بازی در سریال پدر و پسران و شهر گمشده در سال 2012 در نهایت با سریال عروس‌های فراری در کنار سلین شکرچی و فرکان آندیش دو بازیگر نامی ترکیه به شهرت رسید. نقش او در سریال فضیلت خانم و دخترانش هم خیلی دیده شد. دنیز بایسال بازیگر جوان و زیبای ترکیه ای از سال 2017 تا 2018 توانست نقش هازان را در سریال معروف فضیلت خانم و دخترانش بازی کند و به اوج شهرت برسد. وی در سال 2018 در سریال دیگری به نام قول در نقش دریا حضور پیدا کرد.
ملیس بیرکان بازیگر نقش لیندا در سریال قول. ملیس بیرکان بازیگر 36 ساله و جذاب ترک است. ملیس فعالیت هنری خود را از سال 2005 آغاز کرده است. کار اخیر ملیس مربوط به سریال پرطرفدار و جنگی قول می باشد. او با نقش لیندا که سردسته ی تروریست هاست در این سریال ظاهر شده. ملیس بیرکان در سال 2009 موفق به دریافت جایزه سطر آلیشیک شد و عنوان بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد. ملیس علاوه بر بازیگری در فعالیت‌های تبلیغاتی نیز شرکت دارد. او اخیراً به عنوان چهره تبلیغاتی با برند معروف خمیر دندان سیگنال همکاری می‌کند. نقشی که آتاکان ارسلان در سریال قول بازی کرده است با اسم شهید نجات یامان یکی است. اسم آتاکان در فیلم هم ظفر یامان است. نقشی که ایتاج شاشماز در سریال قول بازی کرده است با اسم شهید اوکان ال تیپارماک یکی است. اسم وی هم در فیلم فیض‌الله ال تیپارماک است.